بیشتر صحبت میکنیم در این مورد با سلیم وردک رئیس بنیاد مساعدت برای قهرمانان نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان آقای وردک سلام به شما خوش آمدین به برنامه بسم الله الرحمن الرحیم صادقین سلام تاست و همچنان درنولیدون کوتا و همکارانو تمام. ممنون حساب بین المللی پیپال با چی منظور افتتاح شده د پیپال در رابطه با حساب پیپال, پیپال چون یک پروسه یا یک سیستم بین المللی هستند اینا به خاطر که یکی از اهدافی که ما صندوق بین المللی پیپال و همچنان 4424 افتتاح کردیم تا مردم دو سهم بگیره بنابر یک سلسله مشکلاتی که متاسفانه دامنگیر جامعه ما بودن از او بنیاد ما هم متضرر شدند به می دلیل ما خواستیم که پیپال را افتتاح کنیم و یکی از دلایل کلان بزرگی که ما داشتیم متعصب سیاسی و چالش های سیاسی که ما در جامعه خود داشتیم متاسفانه ما مجبور به تو پروسه های شدیم تا مردم ای بنیاد سهم بگیرن و بتون ما بیشتر سهم مردم را داشته باشیم و بر مبنای حمایت های مردم ای بنیاد را استاد, کردیم استاد کنیم و ما تونستیم مثل که در گذشته ها صندوق ملی را 4424 افتتاح کردیم و بعد از او ما تلاش کردیم صندوق بین المللی پیپال هم افتتاح کردیم تا هموطنان ما که با یک احساس و با انگیزه که از خارج از کشور میخواین با این قهرمانان حمایت کنن اینا میتونن از این طریق با فامیل های قهرمانان کمک کنن و خوشبختانه با کمک رسانه های و رسانه های ملی که ما داشتیم دین روز که محفل ما افتتاح شد تا این دم الحمدلله کمک ها با ما شاید توقعش حتی یک 50 سنت دلار یا یک پول خارجی را ما نداشتیم چون دین روز افتتاح شد تا امروز وقدر توقعی را ما باید نداشته باشه اما خوشبختانه کمک های آمد که ما بلند بودن چقدر کمک آمدن؟ در حدود دو نیم صد دالر آمدن بر ما اینجا مهمتری ای است که دقل یک پروسه به مردم معرفی شون و فرقی که در روز و ساعت هستن اونو هم یک تاثیر خود را دارن و ما نوز تبلیغ شروع نکردیم فقط یک دین روز افتتا شد و از طریق از امو ما تانستیم که دقل به مردم آگاهی را برسانیم و از طریق مردم با پینجا سنت با یک دلار با یک پول خارجی کنا کمک کنن ما میتونیم کمک های را پست برای به ایجا به خانواده های امنیتی و دفاعی برسانه. یکی از موارد اعتماد سازی است چرا مردم بخواهند به این صندوق اعتماد بکنند یکی از موارد اعتماد در افغانستان متاسفانه باید بگوییم که هر موضوع متاسفانه رویش تجارت صورت گرفته و در او پروسه ها خیانت صورت گرفته چیزی که ما دی بنیاد زیاد بالای زو حساب برای زو تاکید میکنیم عبارت از شفافیت و حسابدهی است نه تنها حسابدهی شفافیت بر ما از همه که در مهمتر است در صندوق ملی هم اگر شما متوجه باشین وقتی مردم با 44 24 تماس میگیرن شماره یکی را که اونا فشار میدن بر اونا یک پیام میرن در او پیام یک لینک را ما روان میکنیم که از طریق لینک و پول خود میتونن اگر پانزه افغانی هستن اونا تقیب کنه که در کجا مصرف شدن و ما مثل که دین روز در حضور رسانه ها برای اونا حسابدهی دادیم که در دا کجا مصرف شده این همه قسم پیپال هم انشالله ما سه همراشان شریک میسازیم که اونا قدر پول آمد اینجا ما مصرف کردیم اونا میتونن حتی بر ما بگن که پول را که شما اگر در بخش صحت مصرف کردین غلط است در بخش تعلیم مصرف کنین یا در بخش تعلیم نه در بخش آیا همه معلوم معلومات میتونن به دست بیارن که در یک روز یا در یک ساعت یا در یک ماه برای اینها چقدر کمک از طرف کیها صورت گرفته به چه مقدار این را باید بگم متاسفانه چون در سیستم ما نداریم که از اینا روزمره گزارش شریک کنیم اما ماهوار ما, ما شریک میسازیم شما این گزارش شریک میسازید بله این گزارش ما شریک میسازیم که با چی مقدار کمک تماس صورت گرفته چقدر کمک شده چقدرش موفق بوده چقدرش ناموفق بوده دی مسائل تکنیکی هم هست حتی بعضی هایی که خواستن کمک کنن وقت دکمه یک را فشار دادن اونات نتونستن پول کافی نداشتن مشکلات مختلف بودن ما مکملا گزارش هم را از اینا شریک میسازیم اگر کسانی شکایت داشته باشن که گویا کمک کردن و در گزارش که شما ارائه کردین کمک از اونا دیدن نمیشه در این صورت ای موارد قسمت وقتی ما در در کل صحبت میکنیم که کمک های میان ما بر اونا یک در صفحه یک لینک را ساختیم متاسفانه ما چون از امکانات خاص برخوردار نیستیم ما تلاش های زیاد... اینجا میخوایم یک موضوع را اشاره کنم که مربوط به سوال شما هستند ما به اراکین الخصوص به ارگ ریاست جمهوری یک پیشنهاد را دادیم که به خاطر شفافیت و حسابدهی مسائل کوپون دولتی و همچنان این پروسه که ما افتتاح کردیم با سکتورهای وزارت داخله و دفاع همین موضوع را شریک کردیم که ما یک پروسه ایجاد میکنیم چون جواز سیستم از لحاظ تکنیکی ما آماده استیم فقط ما یک امکانات بسیار کمی ضرورت داشتیم که تلفن دیجیتالی بود و یک چند کارمندی که اونجا بشینه می تلفن ها را پاسخ بده یک قهرمان یک سرباز یک فامیلی که در بدخشان در پامیر در ننگرهار در نورستان با مشکلات روبرو هستند فقط با فشار دادن دکمه صفر اونا میتونن شکایت های خود را درج کنه اونا ما با تماس هم شوه و اگر با کدا مشکل دیگه هم روبرو میشن متاسفانه اون متاسف... منصفانه بگیره در این زمینه آیا شما آمار دقیق دارین که به چی تعداد از خانواده های نیروهای امنیتی افغانستان هستند که نیاز دارن تو آمار که امرای ما ثبت راجستر هستن در تقریبا در حدود 1975 فامیلی که ما داریم ما در حدود 90 فامیل را که از از نیروهای امنیتی و دفاعی افغان هستند اگر در کل صحبت کنیم همین 1975 فامیلی که هستند وقتی یک فامیل سرپرست یک عضو فامیل خود را از دست یک نانوار خود را از دست تا بدون شک شما ای را مطمئن باشین که اونا محتاج یک کمک هستند و با یک مشکل با درد روبرو هستن اما ما باز هم 90 فامیل را کسایی را دو تشخیص کردیم که نان شب خود را نداشتن یعنی اگر شب بخوابند صبح هم گرسنه و از خواب بیدار میشن 90 فامیل بودن که شاید ما تا گریه کردیم که از توان ما چیز به اونا رسید. و فامل. برای این نوت فامیل چه کمک کردیم؟ متاسفانه ما برتان گفتیم که ما امکانات را نداشتیم و امو کمک ما هم تانستیم که یک پل ارتباطی بین دولت و بین امی قهرمانان شدیم صدای شب مسئولین رساندیم و وزارت شما هم شما صندوق ملی 4424 هم افتتا کردین آیا از این صندوق ملی نمیتونستیم این نوت خانواده را کمک بکنیم؟ نه خیر به از اینکه دو صندوق ملی در حدود 73000 تماس گرفته شده از 73000 تماس در حدود 6000 اگر اشتباه نکنم 6000 تماس موفق بوده که یک پروسه هستن که باقی تمام تماسهاش با مشکلات بعضیش مشکلات تکنیکی داشت بعضی ها نخواستن تماس کمک کنن بعضی ها از پروسه آگاهی نداشتن ما چون پول یا امکانات کافی نداریم که دقل به مردم میره تبلیغ کنیم و به مردم بگوییم که با یک تماس گرفتن کمک صورت نمیگیره اکثرت از هموطنان ما فکر کرده که با 44 24 تماس بگیرن وقتی گوشی اوکی شد و قطع کردن تقریبا در حدود 39 هزار تماس ما به قسم که مردم تماس گرفته قطع کرده یا فکر کرده که کمک های ما رفتن شاید این 39 هزار اما تمام چه قسم میتونن این کمک ها را بفرستن ای با آگاهی با تبلیغ با یک یک که ما بتونیم به این آگاهی خلق کنیم ان شاءالله به مرور زمان میشه و ما امیدوار خب هستیم در از این آگاهی چاکرون چقدر کار کرده ما از سفیرای خود تلاش کردیم کلیپ های را ساختیم صداهایی را که در ولایت دوردست هستند از فامیل ها بلند کردیم و هر آن پیامی که صفحات اجتماعی ما ما نشر میشه و همچنان از سفیرای ما که تبلیغات میکنن امراشان پیام را شریک کردیم با می 424 اونا را آگاهی ما رساندیم و حتی به مسئولین هم درخواست کردیم که اگر دمی راستا از طریق قدرت خود اونا ایرا کمپاین کنن چون خود از اونا نمیتونن دولت شاید اونقدر توانی نداشته باشه که به همه قربان رسیدگی کنه از امکانات ما استفاده کنه خب تا کنون این صندوق تا چه حد تونسته پول باشه بر کمک از 424 بله آمار دقیقش ما قسمی که برتون گفتم یاد من نیست در حدود 6000 چند صد تماس گرفته گرفته شده اگر رو ضرب 15 افغانی کنیم با مو مصارفی که ما از شرکای تکنیکی که دی امرای ما سهم دارن اونا را اگر ما بکشیم شاید تخمینا بگویم در حدود شاید یک 34 37 هزار افغانی باشند از اینکه در بیشتر نخواد باشه با 34 37 هزار روانی ما نمیخوایم که خدا نخواسته یک را شروع کنیم که بعضی ها خفه شه و بعضی ها نتونن مو امکانات و نیازهایشان ما رسیدگی کنه در کنار از این که به صورت مادی کمک ها صورت میگیره چه کمک های دیگر را تونسته این کتابون به خانواده های نیروهای امنیتی انجام بده ما یکی از مشکلاتی که دین روزی محفل ما داشت وقتی محفل خلاص شد یک هجوم را همه همین فامیل ها آوردن و بیشتر از اینا یک سوال حتی یک سرباز سخنرانی کرد میگه که ما به 15 ما به کمک ضرورت ها نداریم حداقل دولت بر ما حقوق ما را بده حقوق و امتیازاتی که ما حق ما را بده ما حتی به کمک ها هم ضرورت نداریم یکی از تلاش های عمده ما دادخواهی است که ما صدا بلند کردیم و امروز به کمک رسانه های بین الملی و ملی که ما صدا بلند میکنیم و صدا از ناشنیده شنیده شده همین است و کمک دادخواهی شما به چند خانواده قربانی نیروهای امنیتی تا رسیدگی صورت گرفت در در حدود 136 فامیلی بودن که ما با رسانه های ملی و بین المللی اینا را دادخواهی کردیم و چل, قاضی، چل دو قضیه بوده که حتی او در خلای قانون قرار داشت خلای قانون به این مانا مثلا ما برتان یک مثال رمیتم یک سرباز در دا داخل قطع به شهادت میرسه و قتل از او نامعلوم می باشند و جنازه از اینا رو برای همسرش تسلیم میکنه هیچ اکرامیه هیچ چیز برشان نمیتن و میگن که توسط یک همسنگرش به شهادت رسیده دیگه تو قذایایی بودن هم که ما او را به کمک رسانه ها الخصوص طلو رساندیم و اونا را به گوش مسئولین رساندیم و اونا را ما تانستیم که برشان حقشان داده شود حرف شما برای خانواده های قربانیان چه هست؟ حرف ما بر خانواده قربانیان و با همچنان به هموطنان ما هستن اول به قربانانی که شما مطمئن باشین ان ما روی پروسه های کار میکنیم که ملت در کنارتان استاده و امیدواری ما هستن که کمک میشه و از ملت خواهان ازی هستیم که در بدترین شرایط با سربازهای خود استاد باشن ممنون از شما سلیم وردک رئیس بنیاد مساعدت برای قهرمانان نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان تشکر